سمر خوابی؟ آره خوابم، چی کار داری؟ هیچی، میخواستم یکم باهات حرف بزنم. با مهند در مورد چی صحبت کردی؟ الان میخوام بخوابم، فردا صحبت کنیم. باشه، معذرت میخوام. شب بخیر. شب تو هم بخیر. بفرمایید. صبح بخیر. صبح بخیر. به خاطر دیشب معذرت میخوام. یعنی واقعا خودت بودی؟ من فکر کردم دیشب خواب تو دیدم. ببخشید. خب چی دوست داری بدونی؟ بابا از پیاده روی برگشت؟ رفت پیاده روی، من خبر ندارم، تا بیدار شدم اومدم اینجا. خیلی ممنون. خب بگو ببینم دیشب چی گفتی؟ واقعا بابا مستقیم از مهند سوال کرد. مگه فیروزه خانوم بهت نگفت؟ میخوام بدونم مهند گفته که منو دوست داره؟ بگو دیگه، خواهش میکنم. به نظرم زیاد هیجان زده نباش. هیجان زده نیستم، ولی خب دوست دارم بدونم قراره چی بشه. مهند دنبال یه بازیچه یه جدید میگرده، داستان همینه. چی میخوای بگی؟ عزیزم، تو خیلی بیگناه و مظلومی. میدونم شاید ناراحت بشی. چرا باید ناراحت شم؟ کی میخواست تمام هفته رو تو مزرعه باشه، بعد پشیمون شد و پیشنهاد داد که برگرده؟ مهند، شاید وقتی فهمید قراره هممون برگردیم خجالت کشید تنها بمونه. بذار فکر کنیم که خجالت کشیده. وقتی فهمیدم که قراره برگرده خونه، با خودم گفتم که تو هم دلت میخواد برگردی خونه، درسته؟ ولی همین که ما پامونو گذاشتیم خونه، از خونه زد بیرون و رفت پی عشق و حالش. چرا باید این کارو بکنه؟ نمیدونم. خیلی ساده است. چطور نمیدونی؟ به نظر من مهند آدم قابل اعتمادی نیست. خیلی از دست مامانم ناراحتم. از خودش یه داستان عاشقانه ساخته و همه جا هم پخشش کرده. کدوم داستان عاشقانه؟ چرا انقدر بزرگش میکنی؟ نه حال، به مامانم اعتماد نکن، پشیمون میشی. آخه تو که مهند رو خوب میشناسی. نه نمیشناسمش. اگه واقعا همچین آدمیه نمیخوام بشناسمش. تو دختر عاقل و باهوشی هستی، چرا باید گول بخوری؟ تو باید آینده خوبی داشته باشی. میدونم ممکنه الان ناراحت بشی، اما نه اینطور نیست. اگه الان ناراحت بشی، بهتر از اینه که بعدن پشیمون بشی و بخوای ضربه بخوری. به مهند اعتماد نکن. بریم پایین، حتما پدرتم اومده. نمیام، به مادمازل قول دادم برم پیشش. مطمئنی؟ دیرم شد، واسه صبحانه دعوتم کرده. باشه، سلام منو بهش برسون. باشه حتما. فراموش نکن چی بهت گفتم. Thank you.
صبح بخیر مادمازل. اگه خونه ای میخواستم یه سر بیام پیشت. آره خونه هم، اگه برگشتین خونه؟ آره تو خونه ای؟ البته خونه هم. نه حال عزیزم، تو حالت خوبه؟ آره خوبم، الان میام پیشت، کاری نداری؟ نه، اگه صبحونه نخوردی برات آماده میکنم. باشه الان میام. دیر نکنی ها. صبح بخیرت کو خانم خوشگله. صبح بخیر، یکم عجله دارم باید برم. آفرین آفرین. کجا؟ مادمازل واسه صبحانه منتظرمه، باید زود برم پیشش. خیلی خوب، بهش سلام برسون. سلامت باشی. خوش اومدی. صبح بخیر. نهال چی شده؟ پشت تلفن گریه میکردی، مگه چی شده؟ مادمازل حالم خوب نیست. چی شده؟ حرف بزن. نمیدونم باید چی کار کنم. دیگه حوصله‌ام سر رفته. داره یه اتفاقایی میفته ولی همه خودشونو به اون راه میزنن. مثلا موضوع در مورد منه ولی منو در جریان نمیذارن. مهند با بابا صحبت کرد، بهش گفته که دوستم داره. بابا هم مخالف نیست، ولی چرا هیچ کدومشون به من چیزی نمیگن؟ مخصوصا مهند چرا بروم نمیاره؟ هیچی بهم نمیگه. مگه نباید اول به من بگه که دوستم داره؟ بله درسته، ولی همش فکر میکنم که میخواد ازم فرار کنه. دیشب برگشتیم خونه، اونم بلا فاصله از خونه زد بیرون، دیگم بر نگشت. چرا اینجوری میکنه؟ نمیدونم عزیزم. امروز صبحم سمر یه حرفایی زد که ناامیدم کرد. چی بهت گفت؟ راضی به این اتفاق نیست، با همه چی مخالفه، کاملا ناامیدم کرد. میگه منم قراره مثل بشرو بازی چشم. آخه چرا باید اینجوری شه؟ درست لحظه ای که احساس خوشبختی میکنی دوباره همه چی به هم میریزه. از دستم هیچ کاری بر نمیاد. خیلی ناراحتم مادمازل. عزیز دلم این حرفا رو فقط میتونم به تو بگم. خوشمزه بود. نوشه جونتون. میرم بگم قهوه بیارن. بگو برای من بیارن تو دفتر. زدی زیادش بابا، مگه قرار نبود با هم بازی کنیم؟ باشه بگو بیارن تو اتاق مراد. سهیلیا قهوه میخوایم. قهوه یدنون بیکم ببر اتاق مراد. حتما. شما چای سبز میل دارین؟ نه منم قهوه میخوام. بعد از ظهر قراره مهند بیک برامون ماهی بیاره.
مگه مهند رفته ماهیگیری؟ آه، اینم از مهند بابا. اونم اصلا به هم اهمیت نمیده. ولی ایشون نصف شب رفتن. باشو بریم مراد. کاپیتان رضا به همون خبر داد. قهوه رو ببر اتاقم، میام اونجا. بله حتما خانم. دیگه به خاطر تو درست کردم. باشه میخورم. الو، چه خبر؟ خوبی؟ بد نیستم. خونه مادمازل. فکر کردم با مهندی. آخه رفته بود ماهیگیری. ماهیگیری؟ موضوع چیه؟ مهند تمام شبو با کاپیتان رضا رفته بود ماهیگیری. همین الان کاتیا بهم خبر داد. جدی میگی؟ آره، سر میز صبحونه به هم گفت. فکر کردم از اینکه شب و بیرون بوده ناراحت شده باشی. گفتم بهت بگم نگران نباشی. حتما فکر کردی تو بار بوده. نگو بیچاره ماهی میگرفته. باورم نمیشه. راستش سمر میخواد کاری کنه که تو از مهند فاصله بگیری. جز تو هیچ کس تو زندگی مهند نیست، مطمئن باش. فهمیدم. خیلی ممنون فیروزه خانم. ممنونم. وظیفم بود عزیزم. مواظب باش کاتیا، چیزی رو نندازی. خب عزیزم، بعدن میبینمت. بلمیز خانومم سلام برسون. سلامت باشی فیروز خانوم. بله، من خیلی دوستت دارم. منم دوستت دارم عزیزم. مهند دیشب رفته بود ماهیگیری. من به چی فکر میکردم؟ خیالم راحت شد. خیلی خوشحالم مادمازل. به من نگاه کن ببینم، هنوزم از دستش ناراحتی؟ نه. پس چیزی شده؟ مطمئنم یه چیزی شده. بگو ببینم چی شده. دلم واسه مهند تنگ میشه. خیلی طبیعیه عزیزم. چرا مثل همه عاشقا با هم حرف نمیزنی؟ الان دوست داشتم هر دقیقه بهش زنگ میزدم و ازش میپرسیدم کجاست، یا میگفتم حوصله‌ام سر رفته بیا پیشم. دست خودم نیست، همش استرس دارم. حس میکنم اونم اینجوریه. به جای اینکه بیشتر به هم نزدیک شیم از هم دور شدیم. خب معلومه همه چی عوض میشه، چون اون موقع هنوز به عشق هم اعتراف نکرده بودیم. اما هنوز هم اعتراف نکردیم. تا موقعی که از زبون خودش نشنوم باور نمیکنم. نگران نباش، فقط باید صبر کنی. مگه تا حالا به حرفم نرسیدی؟ حالا خودت هم میبینی، برات ثابت میشه. میرم لباسم عوض کنم، سر میز میبینم اتون.